به نام خداوند دادگر و توانا، سلام، نیمه روزتان بخیر. آرزوی بهترین ها را برای شما ارجمندان دارم. باز هم زندگی را به گونه زنده و مستقیم بیننده هستین و جمله بسیار خوب پیرامون محبوب شدن. شاید آسان باشه که مشهور شویم با اندک تلاش، و اما محبوب شدن کار بسیار دشوار و لیکن ممکن. اگر بخواهیم که قلب ها را به دست بیاریم، باید نیت خود را نیک بسازیم. کاری را که انجام می دهیم باید توأم با صداقت باشه. اگر صداقت در کار ما نبود، اگر امانتدار نبودیم، اگر هدف ما خوب نبود، هیچگاه به مقصد نمی رسیم که همانا محبوب شدن است. پس چه به که تلاش کنیم محبوب دلها باشیم، پس صادق باشیم و امانتکار و نیت خود را خوب بسازیم. زنان در این عرصه خیلی مهارت دارند، و اما یک مشکل وجود داره. مشکل ای است که برشان وقت داده نمیشه در جغرافیای مثل افغانستان. اگر مانی نشویم، اگر مشکل تراشی نکنیم و یا صد واقعی نشویم، به یقین زنان شجاعی را در این جغرافیا داریم که زحماتشان واقعا قابل ستایش است. شبانه روزی تلاش میکنند به خاطر رساندن خیر به مردم خود و به خاطر تغییر و تحول در کشورشان. تنها به خود نمی اندیشن. نهایت تلاششان دیگرگونی در جامعه است. صلح را خیلی دوست دارند و به خاطر صلح تلاش می کنند. پس از شما عزیزان خواهشم ای است که زنان خود را احترام کنین، برشان موقف و جایگاه قائل باشین، بگذارین بیاموزن، تحصیل کنند. مهمتر از همه، پشت سر زن حرف نزنین. خیلی زود میشکنن، گرچن بروخ نمیارن، و اما داخلشان ضربه بسیار شدید میبینن. روک و راست باشین، خصوصا با زنهایتان. واقعا دل زن مثل گل است، زود میشکنه، و اما ترمیمش کار بسیار دشوار است. میاییم سر آنچه که هدف ما است. زنان افغانستان زنان شجاعی هستند. واقعا قابل قدر و قابل تحسین هستند. ولی زمینه واقعا اگر صادقانه اعتراف کنیم برشان مساعد نیست. آنچنان که باید برشان کار صورت بگیره نگرفته. بیشترین کارها با تأسف بگویم پروژه‌ای بوده. کار بنیادیه که برای زن افغانستان صورت می گرفت، نگرفت. هر کس دنبال جیب خود و منفعت خود شد. حتی بعضی از زنهای مطرح که توجه زیادشان پولندوزی بود، زرندوزی بود، نه بلند بردن دانش و نه در جامعه آوردن و در قدرت سهم دادن زنان. خب تا حالا هر چی شد گذشت، ولی بعد از این بیاین صادقانه کار کنیم و امانت در کار ما باشه و نیت خود را نیک بسازیم تا حب و دوستی قلب ها را به دست بیاریم. در این اواخر شنیدیم که رئیس شورای میدان وردک منشی و معاونش از طبقه اناس انتخاب شد و این واقعا جای خوشبختی است. امروز هم از این بخش مهماندار هستیم. تا دقایق بعد با ایشان خواهیم بود و بیشتر و بیشتر صحبت میکنیم که در این ولایت چه انگیزه باعث شد که بالاخره سه تا زن بیایه و در رأس شورا قرار بگیره. هاجر میرزایی معاون شورای ولایتی میدان وردک تشریف آوردن. نیمه روزتان بخیر، خوش آمدین بانو میرزایی. تشکر شما. در قدم اول
عرض سلام دارم خدمت شما، سلامتی. همکارای گرامیتان و همه بینندگان عزیز تلویزیون نور که با ما هستند. ممنونتان. قبل از آمدنتان به استودیو داشتم صحبت می کردم با بیننده های زندگی. چه انگیزه باعث شد که به میدان وردک خب سه بانو بیاید در رأس شورای ولایتی قرار بگیره؟ خب در قدم اول طبعا خواستیم ایده نشان بدیم که اگر ما زنان با هم اتحاد داشته باشیم میتونیم هر کاری رو بکنیم، و در قدم دوم گفتیم ایده به اثبات برسانیم که در واقع حال عرصه جنسیت نیست که ما به جنسیت بیندیشیم که زن باشه یا مرد باشه. حال عرصه شایسته سالاری، لیاقت، کسی که توانایی داره باید باشه. و ای که شاید در کابل این صحبت ها نهادی نشده باشه، اما در ولایات چندان زیاد به وضوح دیده نمیتونیم. بس همینجاست. و ما گفتیم بالاخره این اتحادی که ما بتونیم بین خود شکل بدیم قسمی باشه که یک ایده برای دیگه خانم ها باشه که و یک انگیزه برای اونا ایجاد بشه که ما هم میتونیم در ولایت خود سهمی به سزایی داشته باشیم در همه عرصه، البته چه در عرصه کارایی، چه در عرصه تعلیم و تربیت، چه در عرصه فراگیری علم و آموزش و در همه عرصه ها. خب پس شما کار بسیار خوب را ابتدا انجام دادین که وحدت را به وجود آوردین. بله کاملا. البته نادیده نباید گرفت که ما واقعا تشکری میکنیم از همکارای خود ما، از طبقه ذکور که در ولایت با ما همکار هستند، در شورای ولایتی، وکلای عزیز که واقعا این فرصت با ما دادن که ما هم بتونیم خود را نشان بدیم که ما هم میتونیم در عرصه رهبری فعالیت داشته باشیم. از تشکری گفتین بانو میرزایی، خب مبارک با درس میکنم براتان سمت جدید را. سلامت باشین برای انشالله همه که موفق باشین. بله و افتخار است برای همه ما در ولایتی که حالا خیلی مشکلات وجود داره که او را هم از شما خواهیم شنید. سه بانو میایه و در رأس شورای ولایتی قرار میگیره، واقعا قابل ستایش است و برای شما باید افتخار کرد. چه کارهای روی دست داریم جناب شاهین صاحب؟ والا در این عرصه فعلا ما ای که تن یک کار رو باید تنظیم کنیم که حداقل بتونیم آل که در این عرصه آمدیم حداقل بتونیم یک در قسمت کارا برای دیگران یک گلگو باشیم که دیگران حال ما فکر میکنم که کل مردم، کل خانم ها به این میبینن که آیا زن هم میتونه این کار پیش ببره یا نبره. این اولین قدمی رای که دادن براتون، حال نشستن که شما چی کار میکنین. و در این قسمت ولایت میدان وردک ما و شما میدونیم که واقعا یک ولایتی هست که از لحاظ امنیتی نیمه ناامن شمرده میشه. بعضی از ولسوالی هایش شاید در امنیت باشه، منتها بعضی از ولسوالی هایش از طریق مخالفین واقعا مورد تهدید است. حتی خود ما ساحه کاری ما قسمی است که بالاخره نمیتونیم آن طوری که ما بخوایم کار خود بکنیم، زیر تهدید هستیم. سالهای گذشته هم مکتوب های زیادی به خاطر تهدید امنیتی برای ما آمده بود و امسال هم که فکر میکنم اگر دیگران که فهمیده باشه سه خانم آمده، طبعا تهدیدات امنیتی هم زیاد هست و این تهدیدات بر شما بیشتر میشه دیگه. طبعا که زیاد میشه، چون که در ولایتی که ما هستیم غیر از معلمین و کسانی که در عرصه صحت کار میکنن، دکتر هستن، قابل هستن، از لحاظ ملکی ماموریت ها و مدیریت هایی که هست حضور زنان واقعا کم رنگ است در ولایت. خب ابتدا برای آوردن اهمیت بیشتر و اینکه سه بانو آمده در رأس قرار گرفته، به یقین بر اساس گفته های خود شما تهدیدات امنیتی هم بیشتر میشه، چه برنامه دارین و به خاطر حضور پررنگ بانوان در میدان وردک چه طرح و برنامه؟ یک مسئله قدیمی هست که میگه زنان نیمی از پیکر جامعه هستن، و این که مثلا یک زن بتونه در قسمت امنیت یک نقشی داشته باشه، من فکر می‌کنم یک نقش موثر داره. من در آغاز هم گفتم زنان صلح دوست هستن. صلح دوست هستن به خاطری که مثلا زنان مادران جامعه هستن. بله.
اولادهای خود قسمی تربیه کنن که واقعا به سوی ترقی و پیشرفت گام بردارن، نه به سوی تخریب. قلم به دست اولادهای خودشون بیدن که بتونن در عرصه ترقی و پیشرفت جامعه گام بردارن، نه در عرصه تخریب. و ما فکر میکنم اینجا نقش اساسی را مادر داره. باز یک گپ دیگه هست بانو میرزایی، وقت مادر سواد نداره، باز چطور میتونه فرزند خود را درست تربیت کنه؟ خب این کارهای بعدی هست که درست است از لحاظ سواد. شما گفتین سواد. بانوان زیاد هم حضور ندارن به جامعه. اما این هم نباید نادیده بگیریم که ما زنان باسواد زیادی هم داریم. پس محصور هستن به چهار دیوار خانه دیگه. بله. این که در جامعه حضور پیدا کنن این بستگی به ما و شما داره که چه قسم مثلا برای از اونها یک انگیزه خلق شوه که بیایید شما هم میتونین در این جامعه شریک باشین، میتونین در عرصه تصمیم گیری جامعه که مثلا به سوی پیشرفت و ترقی سوق داده شوه، یا اینکه نه این به سوی تخریب سوق داده شوه. که در این وسط من فکر میکنم که خانمای باسواد ما درست سواد دارن، تحصیل کرده هستن، منتها در سطح کل نه، نیمی از خانم هایی که سواد دارن من منحصر به خانواده خانه هستن که باید کارهای خانه رو بکنن. خانم مرزایی، چه مشکل و یا هم مشکلات باعث شده که اینا فعالیت نداشته باشند در جامعه، حضورشان پررنگ نباشه، بانکه تحصیل دارن ولی فعالیت های خود را در چهار دیوار خانه و زندگی خانوادگی خلاصه بسازن؟ من فکر میکنم بزرگترین چالشی که در این قسمت وجود داره چالش امنیتی است، نبود امنیت کافی، نبوده امنیت کامل. پس برای آوردن امنیت بیشتر باید کار کنیم. بله، نه تنها بیشتر باید کار کنیم بلکه در عرصه های دیگه که هست، مثلا محیط، محیطی را ما باید کوشش کنیم که محیط زندگی ما یک محیط سالم باشه از هر لحاظ. در اداراتی که بالاخره ما فعالیت میکنیم، من به نمایندگی از زنان افغان درسته در ادارات هستم، منتها باید قسمی رفتار کنم که حداقل مثلا به دیگه خانم ها که میبینن این خانم ها در رأس بالاخره کار و مشغله های زندگی هستن، اینها میتونن و ما هم میتونیم مثل این خانم ها پیش بریم. شاید بیشتر خانم های ما و شما به این فکر رو ایده باشن که اگر ما برم به محیط کاری با مشکلات، بالاخره محیط کاری خب شما شاید با خبر باشین در افغانستان ما و شما هنوز به او دید فکری نرسیدیم که امی بحث جنسیت او طرف بانیم که ای زن کنار بزنیم. و مهمترین موضوع ای هست که ما خود را ثابت بسازیم در جامعه خود، ثابت بسازیم که فقط در این جامعه لیاقت و شایستگی. در ادارات ما هنوز هم بحث جنسیت مطرح هست و به شایسته سالاری نرسیدیم، درست؟ طبعا. ولی شما آمدین تابو شکستین و به اساس شایسته سالاری آمدین منشی شدین و یک بانو رئیس و همین گونه معاون. خب چه کار کردین؟ چگونه تابو شکنی کردین؟ خب من در بحث‌های قبلی خود هم گفتم ما سه خانم اول کوشش به این میکنیم که خشونت زن علیه زن کنار بگذاریم. متاسفانه در جامعه ما خیلی پررنگ است. جامعه ما بیشتر از خشونت مرد بر علیه زن، خشونت زن بر علیه زن واقعاً زیاد است. شاید ما مخالف دو همکار قبلی، دو همکار دیگه خود باشیم یا اونا مخالف ما باشن، من تو بین خود گفتیم امی طرز دیدی که ما داریم فکر نکنم نه به نفع شما باشن نه به نفع ما. ما اومدیم به نمایندگی از مردم، چه زن چه مرد، به نمایندگی از مردم فعالیت میکنیم. بیاین با هم به طور اتحاد متحدانه کار کنیم که در یک قسمت یک شخص نگه داشتم باشم بانو میرزایی. خب ظاهرن شما اتحاد کردین یا نه قلبن؟ والا چی بگم دیگه، فعلا که هم قلبن هم ظاهرن. اگر بعدها اگر شاید خدا نخواسته باشه، خدای نخواسته یک همچین چیزی به وجود بیاد که ما فکر کنم به ضرر ما هسته و نه میتونیم پیش ببریم. دیده همه طرف شما بلده. از بانو میرزایی من فکر میکنم که در ولایت ما سرخط خبرها شد که سه بانو آمده در رأس شورای ولایتی میدان وردک قرار گرفته. حالا اگر شما اتحاد خود را بشکنین باز این هم سرخط خواهد شد. والا امیالی من خود گفتم کلی که به این دید میبینه که اینا چی میکنن در این ولایت نام، در این ولایتی که مرد سالار است جدای از قضیه، که سه خانومی که در هیئت رهبری اومده اینا چی میکنن. برنامه های خود را اولویت بخشی کردین شما تا حال؟
ما کدام تا به موضوعات حال ابتدا باید روی بپردازیم؟ بعضی از موضوعات ما با این خود صحبت کردیم که یک نظم و دیسیپلین خاص در اداره خود باید به وجود بیاریم در یعنی تا قدم حالا نخست. نبوده؟ متاسفانه اونطوری که باید نبوده، و من فکر میکنم زنها که هستن دلسوزتر از آقایان کار میکنن، خانمها واقعا به این فکر میکنم که آینده ما چی خواهد شد، و یعنی آینده نگر هستن. واقعا یک دورنما باید داشته باشیم که حداقل کسایی که بعد از ما به کشور و مملکت هستن کار گام میزنن و کار میکنن، اونا چه قسم کار کنن و اونا با چه دیدی بیاین. و ما فکر میکنم که یک من خودم البته به این نظر هستم که حالی که بالاخره کاری که شده تا ما باید الگو باشیم، الگویی که حالی که مردم کلی که غوغا کرده که این سه نفر خانم آمده و هیئت رهبری شورای ولایتی رو گرفتن، او حال به الگویی خاطر باشه که همین الگو بعدا بودن بگن بانو آفرین. میرزایی چه کار کردین؟ فعلا باید شما برنامه داشته باشین، بله در عمل ثابت کنین برای مردم خود که بله بله واقعا ما آمدیم در رأس و ای کارها را انجام میتیم. فعلا خو اول کار است، آخر کار راه زیادی هست، و من فکر کنم در یعنی مبحث هایی که ما مثلا در اولویت کاری خود قرار دادیم جدای از سالهای پیش است. دیگر شاید تغییر آوردی؟ گفتار شاید با گفتار میگفتن من تو عمل نبود، اما مثلا در چه موارد حرف بیشتر بود ولی در عمل چیزی دیده نشد که شما حال برنامه دارین که باید عملی شود؟ مثلا بزرگترین بعد از تهدید امنیتی و امنیت، بزرگترین چالشی که مثلا در ادارات ما هست فساد اداری است که در یک متاسفانه قسمت تا به حال کاری نشده. گفتارها واقعا زیاد بوده اما عمل در عرصه عمل تا به حال مثلا کدام کاری که باید انجام شود نبوده، و فساد اداری بزرگترین معضل و چالش هست. انکشاف برابر و متوازن در سطح ولایت و یک قسمی که بالاخره زمینه کار برای خانم ها در یک ولایتی که بالاخره اونا شاید بگم بیاین ولایت میدان ورده کار کنین از لحاظ تهدید امنیتی. ما بارها شده خانم ها رو گفتم بیاین خب در اینجا فعالیت کنین کار کنین، والا نه 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 خب اینجا شما چطور ناامن است. حاضرین ما بانو هاجر مرزایی با تمام تهدیدات امنیتی که وجود داره ناامنم که هست دیگه؟ یک انگیزه، یک شوق و علاقه فقط به خاطر ای که خب من گفتم کارهای سیاسی و فرهنگی خود از ولایت خود شروع کنم بهتر است. در کابل که ما میبینیم بالاخره نهادهای مدنی اجتماعی فرهنگی خیلی زیاد زیاد است. است، بله بله. منتها در ولایات کم کار شده. این انگیزه برتون داده شد یا نه خودتون ساختین انگیزه را؟ نه انگیزه را خب طبعا دیگران هم بودن پشوانه حمایتگر هستن، خانواده رول اساسی و مهم داره که آیا بگذاره در ولایتی که بالاخره واقعا یک ولایت مرد سالار و جنگ زده باشه بتونه پیش ببره یا نبره، چه مشکلاتی فرا روی راه اینا بیایه. خب طبعا مشکلات زیاد است، منتها به اراده انسان بستگی داره آیا که مثلا این اراده را آدم اگر در خود پیدا کنه من مطمئن هستم که میتونه. ما بالاخره وقتی که خواستیم من خودم شخصا از علاقه خاصی داشتم. خب ای اساس زنان ما باید این اراده را در خود و یقین دارن زنده بسازند. بله کاملا دیگه ما خانم ها حالی هم در سطح ولایت خوب ولایت البته میدان ورده که ما از اونجا نمایندگی میکنیم، ما آمدیم به ارتباط همو ولایت دیگه، بسیار هستن خانم هایی که واقعا تحصیل کرده هستن، تلاش میکنن در قسمت های کارهای فرهنگی و اجتماعی، اما باید یک آگاهی و انگیزه فوق العاده برای زنا داده شوه که اینا واقعا بتونن همو مسیری که خودشان میخواین خودشان آرزو دارن پیش ببرن. سلامت باشین بانو هاجر مرزایی، و در پایان این سوال را باید داشته باشم که به خاطر آمدنتون در رأس شورای ولایتی میدان وردک چقدر شما کمپاین کردین؟ در قسمت کمپاین خب ما طبعا تلاش کردیم، تلاش زیاد کردیم دیگه، شاید هم خب چی بگم سالهای قبل به مردها اختصاص دادیم. البته یکی از مشکلات عمده‌ای که بود من خود مواجه شدم این بود که سالهای قبل میگفتن خود سه پست در هیئت رهبری شورای ولایتی هست که امو رئیس و معاون و منشی میباشن، همیشه دید مردهایی بود که خانم ها همین منشی بسیتان است
من چی واسه تان از امیر امیر شما پیش بو ولین شما بس هم است دیگه که خب جندر مراد قبول شوه کرده بودین جندر فقط مراد به شوه خاطر برابر شدن جنده. بله بعد سال قبل من خودم در پست منشی بودم من تا این امسال تلاش کردم گفتم بیاین یک نو آوری ما و شما داشته باشیم بزرگای خود دیدیم ریشتفیدا و وکیلای دیگه وکلا رو یعنی بانو دیدیم میرزایی در بعضی وقتها قناعت هم خوب نیست، نباید قناعت داشته باشیم. یعنی کاملا سال گذشته شما قناعت کرده بودیم نه فقط یک نفر قناعت بانو باید باشه به حیث منشی و کرسی های دیگه برای آقایان باید اختصاص پیدا کنه. قناعت کامل هم نکردیم چون که مثلا از 15 نفر 3 نفر که میشه گفت که واقعا کم هسته چه ما این طرف که ما هرچی داد بزنیم و بیاین مراعات کنین حقوق ما را مراعات کنین خب خب نه بابا سه داد نفر بزنید این بالاخره طرف 12 نتیجه میته. 12 نفر این طرف شما فکر کنین دیگه 3 نفر و 12 نفر از آقایان بودن خب تا در کل ده ای دوله که گفتن حتی گفته شده بود بین وکلا که در ریاست خانم ها جدا ما آقایان بین خود یک کار دیگه کنیم باز ای گپ باعث شد که ما حداقل یک تکانی به خود بخوریم چرا مگه ما خان چیز لیاقت نداریم حتما باید مرد باید باشه در بخش رئیس ریاست بعد از اون همی باعث شد که خب بین خود نشستیم گفتیم ما میتونیم ما میتونیم چرا نمیتونیم نفس مقناعتی بعضی از وکلا رو گرفتیم البته نگفته نباید گذاشت که یکی از وکلای از طبقه ذکور از امزی آقایان به نام خب نامش هم میگیرم به نام مسعود شینیزی بود که واقعا تلاش کرد حمایتگر ما بود تا آخرین لحظه با ما بود و میشه گفت که باعث شد که ما برنده شیم خب گفتین می توانیم به یقین ما هم به توانایی های شما باور داریم و براتون موفقیت روز افزون می خواهیم. تشکر بسیار ممنون از زیاد حضورتان به زنده برنامه باشید زندگی و حضور گرم بیننده های ارجمند که برنامه را تا پایان دنبال کردن. برای همه زنان افغانستان پیروزی خواهانم و تا دیدار بعد شما را به الله متعال امانت می کنم. روز روزگارتان خوش بگذارید.